سلام و درود خدمت تمامی مخاطبین جوایز پارسی پرژن بارد در بخش مهندسی. امروز مهمان عزیزی داریم، جناب آقای مهندس پویا دانشور. در خدمتشون هستیم، از دانش تجربیاتشون برای ما خواهند گفت و استفاده میکنیم. جناب آقای دانشور دارای مدرک مهندسی عمران با زمینه کامل بتن و تولید انواع قطعات بتنی هستند که در ایران قبل از مهاجرتشون مدیر تولید شرکت ایران فریم کو بودند. سایر تجربیات و تخصصشون رو از زبان خودشون بیشتر میشنویم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و خیلی خوشحال هستم که میتونم تجربیات خودم رو در اختیار دوستان قرار بدم و در خدمت شما هستم. من پویا دانشور هستم، مهندس عمران، متولد اصفهان، بزرگ شده خوزستان و در حدود 20 سالم بود که توی کرج زندگی میکردم. در زمینه کارهایی که توی ایران انجام بدم، کارم رو با شرکت ایران فریمکو شروع کردم که یکی از شرکت های بزرگ و مطرح در زمینه صنعت بتون هستش و بنیانگذارش هم آقای علی اصغر کیهانی هست که به عنوان پدر بتون ایران معروفه و حالا پسرهاشون هم دنبال راه راهشون بودن و با اینا تجربه خیلی خوبی داشتم. مدت بعد از این مدتی که با فرایند اون سیستم های اونجا آشنا شدم، سعی کردم که برای خودم بتونم یه بیزینسی تو ایران راه اندازی بکنم با همه مشکلات و با همه دردسرهایی که همه دوستان خودمون بهتر از من میدونن و لمسش کردن. یه کارگاهی راه اندازی کردم، توش کفش و جدول و به بلوک های سبک و سنگین و انواع محصولات بتونی رو با حالا سعی کردیم یه ذره چیزهای تکنولوژی بتون هم توش اضافه بکنیم و یه چیز خاص تری رو با کیفیت تری رو تولید بکنیم. بعد از اون مدت به هر حال به علت شرایط اقتصادی که وجود داشت ما مجبور شدیم که در زمین های دیگه هم وارد بشیم. هر از گاهی یه مدتی به صورت جست و گریخته به صورت پیمانکار با هستی از شهرداری ها کار کردیم، محصولاتمون رو تولید کردیم و آخرین پروژه‌ای که به صورت شخصی نبود و به صورت پیمانکاری میتونم بگم بود پروژه سرامیکای پشتبندار یا بکفیلدار پروژه ایران مال بود. یه پروژه خیلی خاصی بود و فکر میکنم که ما توی ایران هنوز هم یک همچین پروژه‌ای رو در همچین وسعتی نداریم. یه سری سرامیکای 60 در 1 و 20 بود که همون متریالی که توی نمای پروژه کار شده فکر میکنم اکثر دوستان دیدن، حالا اونایی که تهران هستن که قطعا میدونن، حالا از شهرستان هم حتما یا اسمشو شنیدن یا بازدید کردن از این پروژه. سرامیکایی بودش که وارد میشد و یک متریال خاص با یک فرمول خاصی بودش که نسبت اصلا جذب سیمان نداشت، جذب آب نداشت و خلاصه باید یه تغییرات روی اون سرامیک انجام میدادیم که بتونیم به صورت کف روی پشت بام اون پروژه اجرا بشه که مقاومت خمشیش بالا بره و روی 4 تا پایه گذاشته میشد. ضخامتش 14 میل بود. برای اینکه بتونه مقاومت یک راه رفتن یک وزن یک انسان رو تحمل بکنه باید 4 سانت 6 میل پشتش بتون میریختیم. دقت کنید ما داریم در مورد بتون با میل صحبت میکنیم، به خاطر اینکه چون اینها به صورت پازل چیده میشد، اگر یک قطعه بتونی مثلا 4 میل کوتاهتر بود یا یه قطعه بتونی 1 میل بلندتر بود، یه نیم سانت اختلاف به وجود می آورد و وقتی افراد راه می رفتن روی این سرامیک ها پله وجود میاد، امکان افتادن زمین بود. مزایاش هم این بود که خب فاصله‌ای که بین این سرامیک ها قرار می گرفت از زیر با نور قرار بود که کار بشه و بند کار نور بود، حالا رنگ زرد، آبی، قرمز، مثلا هر چیزی، و اینکه از نظر فنی هم دسترسی به لوله‌های تأسیسات و تجهیزات تأسیسات راحت بود. شما می‌تونید قطعه رو بلند کنید و کار تعمیراتتون انجام بدی و کارشو تعمیراتتون انجام بدی. بعد از اون هم که دیگه وارد بحث ساخت و ساز شخصی شدم تو ایران و یه تعدادی ساختمون ساختم و بعدش هم که
پروژه مهاجرتمون انجام شد و اومدیم در خدمت دولت بسیار خوب کانادا هستیم. بسیار هم عالی استفاده کردیم آقای مهندس. نکته ای هست که خدمت مخاطبین عزیز من عرض کنم، آقای مهندس 21 ماهه در مونترال کانادا ساکن هستند. خیلی دوست دارم که شما از زمینه فعالیت کنونی خودتون واسه ما بگین، در حال حاضر چه میکنید؟ خدمت شما که عرض بکنم، با توجه به اینکه تقریبا میتونم بگم خیلی از قوانین و مقررات ملی که ما در ایران داریم برای بحث ساخت و ساز وام گرفته از مقررات ملی کانادا هست، اما به صورت کلی خیلی از یعنی متریال بیسیک و اصلی که ما توی صنعت ساخت و ساز توی ایران استفاده میکنیم سیمانه، حالا چه بحث ساختمان های بتونی یا حتی ساختمان های فولادی هم که ساخته میشن، ولی باز فونداسیون و سیمان نقش خیلی مهم و تعیین کننده ای رو داره. ولی خب توی کانادا هم طور که همه میدونن قسمت اصلی داستان چوب و متریال چوبی هستش و این باعث میشه که خیلی از ضوابط و خیلی از مقررات تغییر پیدا بکنه، به خاطر اینکه خب همونطوری که چوب خیلی مزایا داره، مثل اینکه میتونه حالا عایق صوت باشه، عایق حرارت باشه، ولی خب نقاط ضعفی هم داره، مثل بحث آتش سوزی، بحث پوسیدگی و چیزهای دیگه. بنابراین مباحث غالب و نکات تعیین کننده تغییر میکنه. ما توی ایران مهمترین چیز برامون بحث بار زلزله هستش و بیشتر برای زلزله بار تعیین کننده هستش، ولی توی اینجا نه، ما بحث زلزله رو تقریبا حالا توی استان کبک که من هستم نداریم و بیشتر بحث آتش سوزی، بحث بار باد و برف هستش که تعیین کننده است. بنابراین یک سیستم کاملا متفاوت و یک دنیای کاملا متفاوت هستش، کما اینکه شرایط بیزینسی و اقتصادی حاکم و نوع بازار حاکم بر کانادا و ایران کاملا متفاوت هستش. در مورد کاری هم که اینجا تا الان انجام دادم، خب با توجه به این مباحثی که گفتم، شما همونطور که خودتونم میدونید و بقیه دوستان هم در جریان هستن، برای اینکه شما هر کاری رو بخواید توی کانادا انجام بدید باید سرتیفیکیت خاص خودش رو داشته باشید، یا باید بحث معادل سازی رو انجام بدید، بحث اکیوالانس یا اوق توی کبک، یا بحث کار وست توی کانادا رو انجام بدید، که فکر میکنم قبلا در مورد این موضوع با دوستان دیگه شما صحبت کردید خدمت شما که عرض بکنم. ولی من وقتی وارد شدم، با توجه به اینکه توی ایران هم زیاد از کارهای طراحی و پشت سیستم نشستن علاقه خاصی نداشتم بهش، دورهای جنرال کنترکتوری رو طی کردم، به خاطر اینکه شما اینجا بخوای هر فعالیتی تو بحث ساختمان انجام بدی باید سرتیفیکیت این رو داشته باشی. یه دوره تقریبا 6 ماهه بودش که ما گذروندیم، یه سری کد ها بود، خیلی چیزاش مشابه ایران بود. بخوام برای بچه های عمرانی خیلی خاص بخوام بگم، ما عین همین دور همین پوزیشن رو توی ایران هم داریم، ولی خب ما توی ایران یک مجری ذی‌صلاح داریم که موظف طبق قانون نظام مهندسی ایران مجری ذی‌صلاح ساختمان رو بسازه و خیلی از ساختمان ها الان مجری دارن، ولی یک چیز فرمالیته است، یعنی یک پولی به یک شرکتی داده میشه و یه امضای انجام میشه، ولی اینجا این کاملا اجباریه. ما توی ایران برای اینکه یه ساختمان رو بسازیم یه مهندس طراح داریم، یه مهندس ناظر داریم و یه مجری. اینجا بحث نظارت کلا با شهرداری هاست و بحث طراحی، خب یه مهندس طراحی میکنه، نقشه ها رو میده و یک مهندس، یک مجری ذی صلاح یا همون جنرال کنترکتور موظفه که اون کار رو انجام بده و طبق اون کوتا و آموزش هایی که دیده کار رو پیش ببره و نیروهای متخصص استفاده بکنه. حالا از اینجا به بعدش استان به استان، مثل اونتاریو، مثل کبک، یه سری قوانینش متفاوت میشه که حالا نمیدونم اگه در حوصله این برنامه هست وارد جزئیاتش در مورد بحث کبک و کدل آشنا هستم بشم، اگه نه که استفاده میکنیم. جا مهندس، هدفمون اصلا در واقع نشر همین اطلاعات هست که بسیار کمن، یعنی با یک گوگل کردن ساده نمیشه به تجربیات شما رسید. در خدمتتون هستیم. ببینید، من خودم هم بسیار متفاوت و متغیر از دوستان این مبحث رو شنیدم. ببینید، در مورد استان کبک به این صورت هستش که شما برای اینکه بخواید وارد کار رینوویشن یا کانستراکشن بشید، موظف هستید که به عنوان یک جنرال کنتراکتور یک مدرکی رو طی بکنید. بعد از اون یک سیستمی داریم، یک مجموعه هست به نام رژیم دو بتیما دو کبک یا RBQ بهش میگن. شما موظف هستید اون مدرک RBQ رو داشته باشید. برای اینکه مدرک RBQ داشته باشید یه هزینه‌ای باید به اون سندیکا پرداخت بکنید به صورت سالیانه،
و عضو اون بشید. یه چیزی مثل حق عضویت نظام مهندسی خودمونه بخوام باز معادل سازی بکنم. بعد از اون که شما این مدرک میگرفتید به عنوان یه جنرال کنترکتور میتونید وارد سایت ساختمانی یا ساخت رینوویشن بشید. برای اینکه بخواید این کار انجام بدید باز یک مؤسسه دیگه است که به نام CCQ که مثلا ما تو ایران وقتی میخوایم یه کاری یه جایی رو میخوایم لوله کشی کنیم، میخوایم برقکاری کنیم، میخوایم سرامیکاری کنیم، میخوایم کاشیکاری کنیم، میریم خب یه نفری رو پیدا میکنیم، حالا با توجه به تجربیاتی که داره و سابقه ای که داره باهاش شروع به همکاری میکنیم. ولی اینجا این CCQ یا این سازمان CCQ که انجمن هست افرادی رو که رفتن و دوره این کار رو دیدن رو به صورت یه سندیکا در اختیار داره و شما موظف هستی برای کارهات از اون افراد استفاده بکنی. خیلی از دوستانی که میان اینجا مثلا میگن ما میخوایم بریم برقکار بشیم، میخوایم بریم لوله‌کش بشیم، میخوایم بریم مثلا کارپنتر بشیم یا چیزای دیگه و بهشون عنوان میشه چیزی که بر خودم پیش اومد که آره شما اگه برید این دوره رو بخونید خود دولت، چیزی که خودم عیناً لغتی که خودم شنیدم، خود دولت شما رو به پیمانکارها و سازنده‌ها معرفی میکنه و بهتون کار میده، در صورتی که دولت اینجا نیست، همون سازمان CCQ هستش که بابت این هم برای شما تعیین میکنه که شما به عنوان مثلا یک نجار یا به عنوان یک جنرال کنتراکتور یا به عنوان هر شغلی که در بحث ساختمان دارید موظف هست که کارفرما به شما به ازای هر ساعت X دلار حقوق بده و نمیتونه کمتر از اون به شما حقوق بده. این همه قوانینی که دارم میگم مختص کبک هست، توی اونتاریو کلا شرایطش فرق میکنه. خدمت شما که عرض میکنم و مثلا فکر میکنم حالا تو همون بحث CCQ هم که شما میخواید وارد بشید تو هر حرفه ای شما به عنوان بعد از اینکه اون دوره رو رفتید، حالا دوره کالجش میخواد هر دوره ای باشه 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، شما به عنوان کارآموز نمره 3 میشید. بعد از این مدتی که کار کردید زیر نظر یک مستر یا کمپانیون حالا فرنچش میشید کارآموز شماره 2، کارآموز شماره 1 که بعد خودتون میشید اون حالا استاکار خودمون بخوام بگم و میتونید برید کار بکنید و البته از اون میزان حقوقی رو که به عنوان ساعتی دریافت میکنید یک بخشیش رو به عنوان حق عضویت یا به عنوان خدمت شما که عرض کنم پورسانتاژ یا هر چیز دیگه باید به اون سازمان CCQ بدید و سازمان CCQ به خاطر اینکه هم خودش منفعت داره تو این سیستم و همین که میخواد کنترل بکنه بحث کیفیت ساخت و ساز رو به شدت این مسئله رو توی کبه کنترل میکنه و کسایی که رعایت نکنن رو با جریمه‌های بسیار سنگینی مواجه میکنه. قبل از همه اینها هم که فراموش کردم اینو بهتره بگم، برای ورود به هر نوع حرفه ساختمانی شما باید کارت ISP یا ایمنی رو هم اینجا برید بگیرید که یه دوره خیلی کوتاهه. بسیار ممنونم، خود من خیلی استفاده کردم، مطمئنم که مخاطبین در حوزه تخصصی خود شما بیشتر از من استفاده خواهند کرد. نکته بعدی که میخوام در واقع از شما سوال کنم، بزرگترین چالشی است که شما توی این مسیر مهاجرت در طول حرفه مهندسی خودتون از ایران که مهاجرت کردین باهاش روبرو بودین چی بود؟ چی جوری باهاش برخورد کردین؟ ببینید شاید مهمترین چالش که بخوام به شما بگم یکی همین بحث تغییرات قوانین و فضای حاکم بر بیزینس اینجا و ایرانه. ما توی ایران به یک تورم خیلی روتینی عادت کردیم. من همیشه توی صحبتام به دوستان میگفتم شما توی ایران نگران نیستی از اینکه چیزی رو گرون خریدی به خاطر اینکه در نهایت به قیمت یک ماه آینده خریدی، یعنی یک ماه صبر بکنی به قیمت خودش خریدی، ولی اینجا اینجوری نیست. یکی این بحث فضای بیزینسی کاملا متفاوته. در مورد بحث این که شما بخواید وارد کار بشید و برای شرکت ها و کمپانی ها کار بکنید، مهمترین چالنجی که دارید که حالا من خودم زیاد به این مبحث علاقمند نیستم ولی خب اینه که شما باید بحث زبانی و بحث فرهنگی و بحث برقرار کردن ارتباط با دیگران رو بدونید، مدارکتون رو بخواید معادل سازی بکنید، بحث خدمت شما که از حالا اون بحث وست یا حالا توی کبک بحث عقد هستش، بحث نرم افزارها و قوانین و مقرراتی که با ایران متفاوته، از نظر بیسیک کاملا شبیه همه ولی خب از نظر یه سری ضرایب و فرم کلی کار یکسانه ولی توی اجرا یه تفاوتایی داره که تا شما بخواید با این مسئله آداپت بشید یه ذره زمان میبره. خیلی متشکرم. چه نکاتی رو برای مهندسین جدیدی که به دنبال ورود به حرفه مهندسی تو کانادا هستن توصیه میکنید شما؟
ببینید مهمترین چیز بحث یادگیری زبان هست، به خاطر اینکه حالا خودتون همونطور که میدونید ما اینجا وقتی ما تو ایران هستیم یک فضای بسته ای رو داریم تجربه میکنیم، یعنی به خاطر ارتباطات خیلی کمی که با پیرامونمون وجود داره ما کشورهای دیگه، کمپانیهای دیگه، فرهنگهای دیگه رو باهاش آشنایی نداریم و اینجا رقبای بسیار سرسختی وجود دارن که خب به صورت زبان مادری به انگلیسی و زبان حالا توی کبک فرنش رو مسلط هستن، خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار کنن، خیلی راحت میتونن شوخی بکنن، میتونن از یک شوخی یا یک حرف خیلی کوچیک منظور کارفرماشون رو بفهمن یا اصلا بفهمن که چه چیزی رئیس یا کارفرما ازشون میخواد. ما تو ایران این مشکل داریم که یه نفر متوجه بشه که رئیسش ازش چی میخواد، این میخواد چه کاری رو انجام بده و فقط اون رو انجام بده. اینجا هم همین مشکلات هست و به نظر من مهمترین داستان یکی بحث زبان هست، بحث یادگیری نرم افزارهایی که مرتبط با کار مهندسی توی کانادا هست و فضایی که بتونه با فضای کسب و کار اینجا آشنا بشه و نحوه مصاحبه کردن و مصاحبه کاری دادن براش خیلی مهمه. شاید چیزی که ما توی ایران دنبالش بودیم بود که کارفرما دوست داشت شما از بتون اطلاعات داشته باشی، از آسفالت اطلاعات داشته باشی، از فولاد اطلاعات داشته باشی و خب خیلی مسائل، ولی اینجا میگن که شما اگر یک کار رو خیلی خوب و حرفه‌ای بلد باشی انجام بدی ما شما رو میپسن، نیازی اصلا میگن امکان نداره ما یه انسان داشته باشیم که یه مهندس باشیم که همه اینا رو بلد باشه. خیلی مثال خیلی خیلی مثال سالش رو بخوام بزنم، میگن آقا شما بلدی این پیچ رو ببندی، اگر بری این پیچ رو خوب ببندی میگن بیا برای ما کار کن. حالا دقیقاً آقای مهندس، تو ایران از ما انتظار داشتن مولتی تکس باشیم ولی اینجا نه، فقط توی همون تخصص همون کار خاص رو اگه خوب انجام بدیم واسهشون کافیه دیگه، وقتی چند تا کار رو همزمان بتونیم انجام بدیم که اصلا سورپرایز میشن. دقیقاً من این خودم تجربه کردم. درست میفرمایید. حالا شما فکر میکنین که این ارتباط با دیگران، همکاری در توسعه حرفه مهندسی برای خود شما چه نقشی داشته؟ بسیار ارتباطات حالا چیز بسیار مهمی هستش، هم حالا توی ایران هم توی این دنیایی که دنیای ارتباطات هستش و حالا خوشبختانه با این سوشال مدیایی که وجود داره، با این شبکه‌های اجتماعی که وجود داره خیلی میتونه کمک بکنه. دوستان همطور که خودتون هم باز میدونید بحث معرفی کردن کسایی که در یک کمپانی سر کار هستن، دوستانشون رو معرفی بکنن، به خاطر اینکه به نظر من اقتصاد یا شرکت های کانادایی به بحث نیروی انسانیشون بسیار اهمیت میدن، خیلی براشون مهمه که یک نفر از طرف یکی از کارمندانشون معرفی بشه، چون فکر میکنن که اون کارمند قبلی یه سری ملزومات رو به این نفر جدید آموزش میده، آشناش میکنه با محیط کار و اینا انرژی کمتری صرف میکنن برای این داستان و اینکه احتمال اینکه به هر حال اون بحث دوستی بمونه و این طرف زمان بیشتری رو براشون کار بکنه هست و کلا نوع نگاهشون نسبت به نیروی انسانی خیلی متفاوت است به نوع نگاهی که تو ایران وجوده. تو ایران میگن آقا این طرف بود نه یکی دیگه، ولی اینجا اینجوری نیست، جایگزین کردن افراد براشون هم سخت هم هزینه بره، بنابراین براش اهمیت خاصی قائلن و بنابراین ارتباط داشتن و داشتن دوستان و کامیونیتی که مربوط به این داستان باشه بسیار میتونه کمک کننده باشه. بله خیلی ممنونم از شما. تمایل داریم به موضوع خاصی در پایان اشاره بکنیم؟ فکر میکنم با توجه به صحبتهایی که کردم یک توضیح اجمالی و خیلی کوتاه رو حالا از نظر خودم دادم، ولی باز هر کسی میتونه تجربه خودش رو داشته باشه، هر کسی میتونه فضای کاری خودش رو داشته باشه، انسانها همشون با هم دیگه متفاوتن، هیچ کس مثل هیچ کس نیست، هر کسی توی زمینی استعداد داره و چیزی که من تا حالا شنیدم و باهاش مواجه شدم و فکر میکنم لمس کردم این که دنبال بخشی و کاری برید که جدای از بحث مالیش بهش علاقه داشته باشید. این خیلی نکته مهمیه، یعنی اون کاری که میخواید انجام بدید دوست داشته باشید، نه اینکه برید سراغ یه کاری که مثلا فکر میکنید بازار کارش خوبه پس به خاطر اون برم. همه چیز همونطور که همه میگن کانادا سرزمین فرصت هاست، همه چیز اینجا هست، مهم اینه که شما دنبال علاقت برید و توی اون علاقه که داری میری ناخودآگاه نوآوری داری، نوع نگاهت به مسائل فرق میکنه، جستجو میکنی، ابتکار به خرج میدی و این خیلی نکته مهمیه که تو بحث کار کردن هر کسی هر چیزی که دوست داره، یکی دوست داره تو بحث نرم افزارات بیاد، تو بحث محاسبات بره، یکی دوست داره تو بحث اجرا بره و حالا هر چیز دیگه ای. همون که گفتم اگر قراره پیچ ببندید اون پیچ رو خیلی خوب ببندید،
این میتونم بگم که تنها چیزی که میتونم اضافه کنم به صحبت. خیلی متشکرم از شما، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، تجربیات ارزشمندتون رو، با اینکه مدت کوتاهی در واقع شما اقامت دارین توی کانادا، خارج از ایران هستین، ولی من فکر میکنم به اندازه 7-8 سال شما تجربه کسب کردین و در اختیار ما گذاشتین. افتخاری بود در خدمتتون بودیم. خیلی متشکرم باز از دعوتی که پذیرفتین. در خدمتتون هستم اگر میخواین منم صحبت از شما کنید. تشکر میکنم، از مجموعتون و از این انرژی که دارید میذارید و این تلاشی که دارید میکنید برای اینکه جامعه ایرانی رو به هم دیگه نزدیکتر بکنید و کمک بکنید به اینکه هموطنانمون بتونن اینجا پیشرفت بکنن. پیشرفت هر کدوم از هموطنان ما کمکی هست به ما. اگر ما دوستی داشته باشیم که یک سمت بالایی توی کمپانی داشته باشه، خیلی بهتره اینه که دوستی داشته باشیم که هیچ سمتی نداره. این خیلی مهمه بین دوستان ما، کمک بکنیم که همه پیشرفت بکنند. خیلی نکته مهمی باعث میشه که سطح جامعه ایرانی اینجا بالاتر بره. بالا هست، بالاتر بره قطعا. بله، سپاس از شما، تا درود دیگر و بدرود. مرسی، ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار، خداحافظ شما.